حمایت‌های جهانی از مقاومت و انقلاب مردم ایران. وزارت خارجه نیوزلند. نیوزلند از تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در 52مین شورای حقوق بشر در این هفته استقبال می‌کند. این یک مکانیسم مهم برای مورد حسابرسی قرار دادن دولت ایران برای وضعیت حقوق بشر در این کشور است. جان براون، رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمریکا. جان براون رهبر جمهوری‌خواهان سنا قطعنامه‌ای را در سنا رهبری کرد تا در کنار مردم ایران که به دنبال توقف آزار و اذیت زنان و خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز توسط رژیم ایران هستند بایستد. لرد دیوید آلتون، عضو مجلس اعیان بریتانیا. لرد طارق احمد از ویمبلدون میگوید که بریتانیا از گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران استقبال میکند که بر میزان و جدیت نقض حقوق بشر توسط دولت ایران تاکید میکند و به ادامه مورد حسابرسی قرار دادن رژیم ایران به خاطر این اقدامات آنها متعهد میماند. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل. دو زن در ایران پس از اینکه یک مرد به خاطر نداشتن حجاب روی آنها ماسریخ دستگیر شدند. قوانین اجباری حجاب زنان در ایران، حقوق زندگی خصوصی آنها، استقلال شخصی و آزادی بیان آنها را نقض می‌کند. این زنان باید آزاد بشوند. دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده. تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. با توجه به ماه‌ها اعمال خشونت‌آمیز رژیم ایران علیه معترضان مسالمت‌آمیز که برای حقوق زنان و دختران و همچنین آزادی بیان برای مردم ایران قیام کرده‌اند، مأموریت گزارشگر ویژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.